جولین تام هستم از سی جی تی ان. وزیر خارجه چین گفته که تمام کوشش ها باید انجام بشه برای حل کردن مسئله هسته‌ای با در نظر گرفتن تحریمات چند روز اخیر بر روی مثلا تانکرهای چینی برای حمل و نقل نفت خام ایران و روابط شرکت های چینی برای نرم کردن نتایج این تحریمات آمریکا. با در نظر گرفتن اونها چه گام های دیگری در همکاری تمایل دارید از بیجینگ ببینید؟ چین دوست ما بوده و در توافق هسته‌ای مشارکت فعال داشته. بعد از توافق هسته‌ای هم ما با چینی ها روابط خوبی داشتیم. البته ممکنه تحریم اثر گذاشته باشه در بعضی از زمینه ها، برخی از زمینه ها روابط کاهش پیدا کرده باشه. آمریکایی ها هنوز هم سیاست قبلیشون رو دارن دنبال میکنن، یعنی فشار بیشتر برای رسیدن به مذاکره، یعنی همون چیزی که اونها رو از مذاکره دور میکنه، فشار بیشتر اونها رو از مذاکره دورتر میکنه و این خطایی است که اونها مرتکب شدن و میشن. و بله، همونطوری که شما گفتید، هر روز شاید آمریکا یه شرکتی رو از یک جایی تحریم میکنه به خاطر روابطش و نقض تحریم های غیر قانونی و غلط و که نمیتونه فراسرزمینی باشه، این کار رو انجام میده. ولی ما علاقمند هستیم که روابطمون رو با چین در همه ابعاد ادامه بدیم و گسترش بدیم.